وایس خوب آرومتر. های پلیز مای فرند کام تو بک این به بابام بگو بیاد اینجا بینیم بابا. بابا برام تا فرماسی در نیا اینجا هتل الان همون جمع چی هتل آقا بابا بیا بیرون اینجا کارت دارم بکنه من نمیدونم اینجا ببین پیه تو هیچی نمیخواد بگی ما خانم ها اصولا زبون همگر بهتر بدونیم مای دیر فادر این یور روم پدر شوهرم فادر هازبند بگیم بیاد بیرون آره بگو بیاد بیرون نامرده من از اولی چه میدونستم چه منو غار میزنی بابا خودتی بابا چطور اومدی اینجا به من دهن تو پسر تک خور مهمون خارجی هفت نزد اوه وای گاد پسرمه اوه وای گاد عروس گلمه زوپا بس بولتی اینفاق فا میه بیته فهمیدم عروس گلم بل پدر جان تو حریف این نمیشی یه زیری برو بگیرش ما بریم تو با حرفا میزنیم پدر جانا من اگه الان برم اونو بگیرم سر و صدا خودش در میاره این همه مادم اینجا نشسته پا میشم میان اینجا آبروی سیتون میره بابا آبروی کیلو چند پرمان ما اون جبره رو دست بیاریم که آبرو میخوایم چیکار پسر بی آبرو بابا جون من فقط گفتم که هر جو شما راحتین هی دست دست نکنیم یکی دیگه بیاد اون جبه رو بردار ما رو دور بزنه بسر همه چیز ما آبرو بوده آبرو کلی چنده چیه عروس گلوا چاره ای نداریم برو یه قرق بگیرش ما بریم تو برو دست پاچه بگیر برو اکیوز میم هلو مومنت من بیتر شخوف اینفاق من قرصم بلدن یا Und ich werde euch alle drei anzeigen. Wege die hier, Dochter, wege die Tasse, Bote, wege. Ne, Pederchen, Jetti, wege die Namisch. Wege, wege, Bote, Schuchi, da, Bote, Tots, Schaba, wege, wege, Schim, ich hab du, Schuchi, Schali, Schemische, wege, wege, Desch. Bobo, pass, in Jarion, aber Rucci, Mische, in Oba, Tasse, Bote, 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 میگم جریان آبرو چی میشه؟ تو اینقدر از این کارا کردی که جلو این هیچه از اون راحتی بگیرش پدر جان من میگیرم اشا ولی هر اتفاقی بیفته من به گردن نمیگیرم پای شما هست اوکی مومنت zum letzten mal ich werde dich vor allem dich und dich und dich einfach anzeigen ja Uno bene, uno عروس گلم ده بابا جایی رو میگیم ببرش کنار بذار ما بریم تو دیگه آقا همینطوری یه چیزی میگیم پدر جان دیدید اومدم بگیرم ایش انقدر زوری سید من از بار پرت کردیم برد که آب روزی بیشتر از این نمیشه یعنی واقعا الان میریزن همه منو میندازم بیرون اینقدر نفوس بد نزن بچه الهی قربون دهنتون برم پدر جان اینی همیشه یه بند انرژی منفی بیده اغل منقل دیسیز ویری ویری پاور فول جغل بغل می یه دقیقه صبر کن ببینم این آقای کی بودن از توی اتاق اومد بیرون خب بابا اینا هم تاسیسات ویژن دیگه به زبون خود همینا صحبت میکنه اینقدر چرت و پرت نگو بچه بگیرش دیگه دختر بگیرش خیلی خوب حالا نکنید خب بگیرش بگیرش هوا تو دارم مامن ایش خوب که پولیسای ان پولیس یا آی کال ده پولیس ما فهمیدم چی گفت الان گفت پلیس خواست زنگ بزنه پلیس همه اونو بگیرن خودم فهمیدم حالا چیکار کنیم ها پدر جان میریم یه فرصت دیگه با یه نقشه جدید برمیگم اوکی هانی بای او مای گاد
بچه ها از خانم خدا حافظی کنیم. بای 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 گاد سی یو لیتر ایش هاپ فش بای گاد بی دازه اوکی او وانس اگین او مای گاد الو سلام آقا من که افتر را لونشون پرمونم خب آره جعبه الان پیشمه ببین نیم ساعت دیگه من ترجیح شما یاد نرا خب نیم ساعت دیگه واشتی تا بیام من هم گوله میام خداحافظ بابا خودت دیگه دارم از بس که بیارده ای خب بابا جون شما اجازه بدی من نقشه‌ام بگم نمیزنی اصلا من حرف بزن چی خواست تو حرف بزنی پدر جان ما الان باید یه فکر درست حسابی بکنیم اینجوری که نمیشه تابلوازی در نیادی اینم که باز نمیشه میخوام کمک کنم بیاره تو پدر اتاقتون اینجاست پدر جان بله بفرمایی بابا بیا چیه؟ میگم بذار من نقشه‌مو بگم بعد شما با من برخورد کن خب باشه مگه تو ندام دیگه خیلی خوشم میاد ازش بغلم اتاق گرفته اینو بخواب بدونم شما دوتا چجوری دلتون اومد که من پیره ورد زحمت کشو ول کنید و خودتون تنهایی بیایید سراغ اتاق سر سیزده ببین بابا من اصلا رو همم خبر نداشت پروانه گفتش که بیا خب یعنی پروانه گفتش که بیا منم که خودم اینجوری نگفتم که بیا اون تلفنی که زده شد به خونه بعد با نوید افشار کار داشت آره تلفن زنگ زد گفت با نوید افشار کار داره و همون لحظه پروانه خیلی اتفاقی بابا خیلی اتفاقی گوشی رو برداشت بعد چی شد دقیقاً پدرجان خیلی اتفاقی آره. اتفاقی من گوشی رو برداشتم بعد گوش کردم یعنی نه گوش نه. کردیم که آره گوش کردیم ولی بابا من اصلا فکر نمی‌کردم که شما تلفن نوید گوش داده باشی وگرنه من اگه همچین فکری کرده بودیم که حتما به شما میگفتیم بعد سه نفری با هم دیگه من تو رو کلی کیف می‌کردیم آره به جان خودم حالا بابا جون من شما چطوری اون تلفن رو گوش دادی ها من توی مواقع ضروری تلفن ویژه دارم خب حالا به جای این حرفات یه فکری به حال اون جمعه ای که تو دوشنگ اتاق سر سیزدهش بکنید بیدی خب من یه نقشه دارم تو ببن اون دهن تو پسر تک خور پدر جانه از صبح تا حالا دق داد من از بس گفت یه نقشه دارم بزن یه نقشه شو بگه قال قضیه رو بکنه بگم خب داغ تو نمیرم بچه خدایی میگه بگو دیگه خب نگاه کن بابا مگه این خانومه نیومده اینجا اسکی یعنی مگه اسکی بلد نیستش ها بفرمایید بعد اون آقا من میگم ببند اون دهن تو پسر تو میگه نه بذار دهنشو باز کنه همینو میخواستی خب بگو دیگه زودتر چیکار کنم آخره بگم بگو دیگه خب نگاه کن بابا پروانه میره دم خونه خانومه دم اتاقش میگه بیا با هم بریم اسکی یعنی یه جوری راضیش میکنه خب در همون لحظه که اینو با هم میرن اسکی منو شما میپریم تو اتاق اون چی جبهه رو پیدا میکنیم من ببخش من نمیدونم خب نقشه همون به ذهنم رسید دیگه تو مخیشم پروانه عروس گلم جانم پدر جان بزرم دیگه بابا همین الان آره همین الان خب باش پس من میرم لباس هم بپوشم کجا داری میری؟ میرم لباس هم بپوشم برای چی؟ میخوایم چیکار کنی؟ بابا میخوای چیکار کنی؟ آقا دست در نکنم خوبی بعدی چیزی هم دیدیم رو عرض کنم سجل ما رو بده ما رفتیم عمتی کنم داری میری؟ من این موات همیشه داری بودم سر همیشه داری بودی؟ نه بوده شوفی نرم آقا تازه اینجا رو پیدا کنم بده فکر نزن دیگه بده اون سجل ما رو بده بدیم بریم اتاق سر سیزدن برای در رزیلوی در بیارم آره در بیارم دست در نکنم کسی نگفتم که تو اینجا هستی میدونی که الان سفر مسافر هستم آره قیافت ممنون کسی ازت توقعی نداره Thank you.
به اون سر بزن. باز این طرفا بیا. سلام، چطوری؟ Hi, my friend. How are you? Fine, thanks. And you? I'm Parvana. I'm 22. And you and me go out. I don't understand. Ich verstehe dich nicht. آه نه فهمیدی من چی گفتم. چجوری بهم بگم برم اسکی؟ Come to me, baby. Come here. Come here. Come. You and me go to اسکی. Oh, damn it. اوی. Hello. Hi. Strechchen is sichen such. And wenske, wenn mei fest. ببخشید. اومدم جارو رو ببرم. جارو. Oh, جارو. Okay. Go. Thank you. خواهش میکنم. آن بای. چیز. My dear friend. You and me go to escape. Okay. Okay. Please, calm down. Peter. Calm down. Calm down. Okay. It's okay. Esky? Yeah. Okay. Okay. You and me go to Esky? Yeah. Okay. 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 Go. Oh, just a moment, but I have to change my dress, okay? آه، لباس تو عوض میکنی، okay. Bye. Wait. Out. You. Come out! What you doing? Let's go. Go! دستتو اینقدر تاب نمی کنی برو شکر یلا شروع کن نوکرت هم باشه سب کنی لحظه من یه دو روز منتظر یه همچین فرصتی هستم بابا جون. بزن پسر، بزن که غم نبینی انشالله. نو کردم بابا. سب کنیدم. یا! بزن جون. سب کنید یه چیزی. خواستم یه چیزی بگم. تو ببینم تو پا هستی. بابا جون شما جون بخوا من نو کردم. ببین 50-50. من و تو فقط. بقیه رو دیگه ولش کن. یعنی مزای 50-50 یعنی پروانه کاکوچ؟ آره کاکوچ کاکوچ فقط من و تو 50-50 بزن بگم آجون یا اون رو ما زیر دست شما بزرگ شدیم هرچی شما بگی من رو کرد بسرم برم اون رو بگیرم 50-50 سکو بابا باید یکی بزن رو شد در سلام چطوری؟ خوبم تو چطوری؟ آقا خوبی بدی اما دیدی ما را حالا شما من نوکرتم شما هستیم بودم شما بیا 100% 100% از هتل ما راضی بودی؟ 120% آقا دمتون گرم خدا خواهش مانم بازم شما بیا کم و کسی هیچی نداشی حتی روغن زیتون هم داشی دمتون گرم خواهش مانم بفرمایید بده کمکی دیدم از سوار شدم خب تو اینو بگی من سوار شدم اونو بده ببر خب باشه باشه آماده باش دست در اخره بابا تو دمت خیلی گرمه باشه 180 درجه بوس بده حالا حالا باش بگذره بده بگیرش خدافظ 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 نگران نباش نمیدن نفر بعدی باید بیاره بابا این تو که هیچ نیستش که من خودم سرم میبینم که هیچ نیستش حالا چیکار کنی؟ بگردی بیدیم کجاست خب کجا بگردی؟ بابا این چیزی بگم هرچی به دلم برات چوره نباید قبول کن بابا من حاضر نیستم 50-50 نه پروانم باشه پسر نست بابا این سر رو بگردیم حالا اگه گشتیم پیدا کردیم ببینیم چی میشه
کنی برا خونه بگیرید بیا خانم اینو بدید بده نفر جلوی خانم این برد و این جوهر بگیر بده نفر جلوی که کلا داره دادن دست مسافر وسط بیاره جدی جوره من؟ آره جوره من فرستاده بیستی بیاره؟ فرستادم بیاره بیاین و مطمئنه یارو؟ آره مطمئنه مطمئنه آقا بیستی بزنه بسی یارو کشه باشه بابا آقا ولش کن بیستی بزنه بسی یارو کشه باشه بابا بابا جواب گفت شده آقا بیستی بزنه الان میفرسته وسط خیالت راحت باشه کار راحت باشه؟ افاین دارم میفرستم گرس هم کما بابا نیستش دیگه خوب بگر پسر خوب بگر نیست بابا نیست تو ببینی که ارزه هیچ کاری را نداری تو اینه نه آقا یه چند لحظه صبر کن بابا یه بیسیم بزن ببین کدومه چند اینه نه آقا بیسیم زدن گفتن دوتا خانومه بابا بده من بیسیم تو بنا بابا بده جونو من بده بابا بلش کن بیسیم رو چی کار داری اینه نه آقا اینه آقا گفتن خانومه بابا بس کوششی الان میاد یه چند لحظه صبر کن آه اینه نه اینم نیست بابا گفتن چی؟ دوتا خانومه خانوم اینه هاشن بابا داد نزن مگه چی داره تو اون جعبه آخه بابا کارت کتاب خونمه هرچیه باز سرم میان دیگه خودشه اومدن رسیدن همین هم اصلاب بده بده دستگاه رو دستگاه رو اصلاب بده آقا اینا مال شماست من به خاطر وسایل شما وسایل خودم پایین جا گذاشتم دست شما در نکنه سلام چطورین اونم بردتون اونم بردم دست در نکنه اینو بده اول این مال شماست بله بله وایسین من اول باید شما چقدر شبیه آقای نویده که از آشناهای ما صحبت میکنین ای چی شده کی آقای نوید آقای نوید سلام خدمت شما همسر منه ببخشید من قبلش باید مشخصاتتون رو چک کنم کلاه داشتین یه دونم از این کلاها و یعنی مال شما؟ بله دستتون در نکنه بابا بگو بده دیگه بده دیگه شما خیلی شبیه آقای نویدیا ببین گیر داده ها ببین بیسیم بزن بگو میانه رو جمع کنم بلش کن بیسیم اینک تو برده دقیقه ببینم بله من دیگه اینک تو دقیقه بردار بیای بر بیای بر بابا بده برده اینک تو حرام کنم صداشو در نر خب هرچی در بودی نس 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 بده من دیگه چیو بدم تو بابا بده من دیگه Hello, just a moment. Hello, what's up, Gunji? Mama, نیست شکی مامان نیست. اتاقش چه روزی در آوردی؟ ببینی تو بچه. حالا میتونی در بیری آره؟ وای ای که آی پا آقای همی پا بله من کوشش جبه چی؟ جبه کوشش کدوم جبه؟ بابا همون جبه که برده برشی در رفت آقای نمی داشته میومده پا این جبه دستم در رفت نمیدونم کجا هم دار چی؟ جبه افتاد اونجا ها کجا افتاد؟ اون بالا کجا افتاد؟ آی بابا اون بالا دقیقا بگو کجا افتاد؟ اون بالا برو پیداش میکنی خیلی بالا آره اون بالا اون بالا رو اینجوری نمیتونم برم ببین ها آی پا من میگم تو همینجا باش خب من میرم بیارم آره آره آی پا بیا با هم بری بیا با هم بری نه تو برو من پام خیلی درد میکنم آره آره تو استراحت کن آره تو استراحت کن باشه نه 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 پاشو با هم بری بگو کجا افتاده من نمیرم کجا افتاده که آخه پاشو 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 باشه
بابا نیستش دیگه، نیست نیست دیگه. پسر ما رو دست کردیم. اول وای به حالت پیداش نکنیم، فقط وای به حالت پیداش نکنیم. ببین من چی بهت گفتم. اصلا چی کار میخوای بکنی؟ همه اینا تقصیر تو بود دیگه آقای نوید. روزگارتو سیاه میکنم، تو اون شوهرتو به خاکت سیاه میشونم. من روزگارتو رو سیاه میکنم که یواشکی واسه خودت پا میشی میای اینجا کاسه کوزه برا بیرزی به هم. حالا ببین من اگه اینو پیدا نکردم صورت برامو میریزم پایین. صورت اقا... برامو چی کار میخوای بکنی؟ آقا پس چرا را نمیفته؟ یه درست بده دیگه. چی شد پدر جان؟ آقا من رفتم صحبت کردم، گفتن که تا آخر خرداد پیش بازه. ما هم چی اگه شده تا آخر خرداد اینجا میمونیم تا چی پیداش کنیم. بابا اصلا احتیاج به این همه زحمت نیست، پروانه قشنگ میدونه کجا گم شده، فردا میریم راحت ور میداریم و میریم. نه من همچین دقیقا هم نمیدونم کجا افتاده، اگه میدونستم که هم موقع برش میداشتم میآوردم. در ضمن شاید اصلا هیچ موقع پیداش نکنیم. ولی عروس گلم تو اگه یه داره حواست رو جمع کرده بودی الان ما رو گنج نشسته بودیم، نه که اینجا نشستیم داریم سوپ میخوریم. آخ بابا داغ دلمو تازه کردی، یعنی از اول زندگی من هر کاری کردم که اینه یه خود از دست و چلفتگی یه خود از این بیورزگی نجات بدم و نتونستم، مردم ولی نتونستم. میدونم چی میکشی پسر. واقعا که آدم پررویی هستی، همینی که الان اینجا لم دادی دلپی داری سوپ میل میکنی از صدقه سری منه، وگرنه الان تو خونتون تشریف داشتید. البته منظور من شما نیستید پدر جان، سوپتون رو میل کنید. بعدش همش تقصیر این نوید موزماره، من شانس آوردم که دیدمش. پدر جان داشت فلنگو میبست میرفت. ذکر خیر شما بود آقای نوید. معلومه آقا من یه اتاق دیگه گرفتم واسه امشب. من نمیدونم واسه شما چرا اینجورین، واسه چی بلند شدین اومدین اینجا؟ دیگه برای رفاقت. بابا تو خیلی دمت گرمه. داری مسخره میکنی؟ تو اصلا میفهمی ما برای چی اومدیم اینجا؟ داداش من تو تا آخر اون میخواستی اون پولو بخوری، اصلا نمیتونستی، تموم نمیشد. ما از همه زندگیمون زدیم، من خودم از دو تا فیلم زدم بوشدم اومدم اینجا که اون گنج رو تقسیم بعد چهار کنیم که اون پول تموم شه. تو اصلا این چیزا رو میفهمی؟ به جان خودم اگه بفهمه. من حال تازه دارم متوجه میشم. بله معنای رفاقت اینه نوید خان، نه اینکه جناب عالی تشریف بیاری اینجا بخوای اون جعبه رو هاپولی کنی و یابم روش. میدونی چیه؟ تو اگه بوی از رفاقت نبودی ولی ما تو رفاقت تا آخرش هستیم. اینو میفهمی یا نه؟ نه دیگه کامل متوجه شدم. به هر حال من صحبت کردم گفتم امشب پیس تاریکه، گفتم فردا صبح زود سیجا که راه افتاد من شما تا استراحت میکنیم یه اتاقتون تحویل بدیم، من میرم تو پیس میگردم دنبالش پیداش میکنم. میدونی این موضوع چیه؟ موضوع اینه که نقشت خیلی خوبه ولی در اشتباهی. تو فکر میکنی که ما گاگولیم میخوایی ما رو کاکوچ کنی داداش. نه ما هستیم. قربونی چکت برم یه دو سه تا پیاز بیارم و بخورم، این فشارم رو یه کمی تنظیم بده. چشم. این سردرد دارم. چشم. بس صبح با تو بیام تا بچه ها کارتون رو میکنن با هم برمیگردیم. وای پدر جان الهی درد و بلا تو به صورت عمودی بخوره تو سرم. شما که اسکی بلد نیستید، اینم که تعطیله، ولی من چرا؟ دست درد یه مش گرگ نشستن اینجا ایش کنون بهش کنون اطمینان ندارم. آقا جون بهرام پدر جان یعنی شما واقعا به من اعتماد ندادی؟ نه موضوع اصلا اطمینان نیست، چیزه میدونین بابا چیکار کنیم؟ نه عروس گلم تو اصلا نماینده ما فردا صبح تو هتل منتظرتیم. آره فقط بیاین قول بدین تو عالم رفاقت به هم کلک نزنیم. نزنیم هم دیدگر و دو دره نکنیم. نکنیم رو راست نباشیم. نه دیگه باشیم. باشیم دیگه. بله رو باید باشیم. باشیم من که تو رفاقت کم نمیارم، شما که بری میشنسیم. اتفاقا خشی زیادم بیاری خوب نیستا، جواب نمیده. چیده؟ ببخشید آقا تقسیم بر چهار. اوکی. آقا یه قول دیگه هم بدیم خداییش. دیگه فضولی نکنیم تو کارم دیگه. به تلفن‌های هم دیگه گوش ندیم. خیلی کار بدیه. وای.
من دلم قیلی ویلی میره وقتی این رفاقت و صمیمیت ها رو میبینم. تبریک میگم، شامتون رو بخورید. شامیم؟ کی میخواد حساب کنه؟ صبح دلنگیزی. سلام، صبح بخیر. سلام خانم، صبحتون بخیر. میشه زنگ بزنی یا آژانس بگی بیاد فلنجک پایینه تلکابین تا نیم ساعت دیگه؟ حتما میتونم مسئلتون رو بپرسم؟ میان تجریش. در ضمن فقط یه چیز دیگه، من برای تصویر حساب همسرم میاد باهاتون حساب میکنه. و اینکه اگه میشه لطف کنی شناسنامه منو بدید، چون من توی مسیر قراره برم دم بانک چکیو قراره نقد کنم. حتما. و اینکه از اونجایی که شما رازدار میهمانتون هستین، احیانا خدای نکرده زبونم لال اگه کسی سراغ منو پرسید، ما رازدار شما هستیم. تو هرون خودم آفر خدا همون گرد سر از این حرف باز. خوبی آقای نوید، میخواستم الان بیام دم در اتاقتون دنبالتون، ولی گفتم شاید خواب باشین یه موقع من مزاحم استراحتتون بشم. جدی میگی؟ اتفاقا من دیشب توپ استراحت کردم. رفیق خوب، آقا آژانس رو بکن دوتا سه جلد ما رو بده. بله. کدوم آژانس رو بکنن دوتا؟ همون آژانسی شما الان گرفتید واسه تجریش. من آژانس واسه تجریش نگرفتم آقای. شما مسیرتون تجریش قربان؟ آره عزیزم. بسیار خوب، بسیار خوب. اینا میشناسم شما. از هتل تماس میگیرم. دوتا ماشین برای تجریش می‌خواستم. متشکر. پس بفرستید برام. تا شما برسید دم تلکابی ماشینم رسیده. بس خوبه. سلام، شب خوب خوابیدی؟ بله، این خانومه ما رو ندیدیم. خانومتون ما رازدار مسافر هستیم، این هست که فراموشت نشده. ببین، اگه یه دفعه دیگه اینجا واسه من راز راز بکنی، همینجا میخوابونم کف زمین با تمام وزنم میافتم رو چیکارت، فهمیدی؟ بله بله بله، این حق مسلم شماست که بدونید خانومتون کجا رفتن. آره البته، البته برای مسافرهای سنگین وزنمون یه تیمسر کوچولو ما داریم. بله خب بسته دیگه، کنو من رفتم؟ از این بله، ولی ما رازدار مسافر هستیم. خب ببین، پس این حساب ما رو تا یه ساعت دیگه من بیام حساب شده. بله خدایا، یکی تو چه مسافره چپرچولا بیفتید. سلام آقای رازدار. سلام بدر جان، سلام. لطف بفرمایید، یا جان حتما شما هم تشریش تشریف کنید. نه خیلی میخوام برم بالا دنبال بچه ها. مسئلتون رو متوجه نشدم. برو به کارت برسیم. خدا میرم بیرون در بس میگیرم. چالش میکنم. اوه درست حرف بزنه، حالا که اینطور شد من اصلا نمیدونم کجاست. اونقدر بگرد برو پیداش میکنی یا نه. چیه؟ حالا یه اسکیواز ندیدی؟ چرا پدر جان، ولی شما اینجا چه کار میکنی؟ اومدم اینجا اسکی دیگه. ما را قبول نداری عروس گلتو، تو به خودت هم شک داری خشی. ما خودمون را قبول داریم، تو مارمولک هیچی قبولت نداره. نگاه این عروس گلم نگاه کن، نوبت درم نوید جان، پسرم من چیزی برم پایی. درم پاش کن، درم پاش کن. چی گفت داداش، دچ کن. عجب غلطی کردم. بابا آقا یواش نمالی بابا. سلام پدر جان، احتیاج به کمک داری؟ قربونت برم الهی، خیر ببینی انشالله. منو ببر اون پایین پیش بچه ها، بچه ها اون پایین هست. قربونت برم. تا حالا اسکی کردی؟ تا
چرا من تو جوانی خیلی اشی کردم. این پاشته داداشتاش فعلا حضور ذهن ندارم داداش. خب من سعی میکنم که حضور ذهن پیدا کنی، بقیهشو با هم بریم پایین. قربونی شکت برم ایشالله. فقط قربونی شکت برم چیز یه کمی فشرده بگو که من زودتر برسم به این بچه ها. می‌خواستم. سلام خانم، به هتل ما خیلی خوش اومدید. متاسفانه اتاق 113 مون در حال تعمیره. من میتونم یه اتاق دیگه رو بهتون پیشنهاد بدم؟ هر وقت آماده شد بر من رزروش کنید. خواهش میکنم. شما چند شب میخواید مهمون ما باشید؟ چمیرات 113 چقدر طول میکشه؟ به خاطر عمق فاجعه‌ای که رخ داده احتمالاً دو روزی در دست تعمیر خواهد بود. باشه، منم یکی دو شب، شاید هم سه شب مهمون شما باشم. بسیار عالی، بسیار عالی. ما رازدار مهمونمون هستیم خانم. شما اشتباه نکردید تشوردید تو این هتل. چه عالی، چه عالی. خواهش میکنم. خانم لطف کنید شما این مبلغ رو پر کنید. خواهش میکنم. شما ندیدید بچه های من از کدوم طرف رفتن؟ چرا قربان، اصل رازداری از این بر رفتن. کور خوندی؟ از این بر رفتن. بفرمید. خاطر نفتی تازه بکنم. بفرمید. اینا دارن چی کار میکنن؟ ها بله، مسافر ما عادتاً قبل از اینکه برن اسکی ورزش کنن، نرمش کنن. خانم لطف کنید شناسنامه‌تون رو بدید، پاسپورت، هر چی دارید بدید. خواهش میکنم. ای خدا چه کیلش مسافرای چپرچولاقی افتادم. خواهش میکنم. پر کنید خانم، پر کنید. ای خدا. بگوارش بر. چه خبر اینجا؟ چه خبر؟ پدر جان. خانم شما یادداشت کنید. شما یادداشت کنید. نگاه نکن، یادداشت کن. Thank you.
هتل شما بی‌نظیره. شما یکی از بهترین هتل‌های دنیا رو دارید. این نظر لطف شماست خانم. لازم تذکر هستم که هتل ما مرتفع‌ترین هتل دنیاست. ما طولانی‌ترین تلکابین دنیا رو داریم که اونو به پایتخت وصل می‌کنه. هتل ما داره پیست اسکی، رستوران، میز بیرون. شما اتاق منو تشریح کنید. نه خیلی، لطف کنید بگید یه آژانس بیاد پایین. بله حتما حتما، یعنی بگید نشه ببرید. آقای محترم بفرمایید، مقصد من تجریشه. تجریش؟ من این مقصد این روز چندی بار شنیدم. بله حتما حتما حتما. الو سلام، کفتر چگونه نبز؟ دستمه. قرارم یک ساعت دیگه تجریش. خدافظ. ما میبینیم نیستش، یعنی چشم داریم میبینیم که نیستش. میخوایم بدونیم کجاست ها؟ یعنی کجا گذاشتیش؟ گمش کردم دیگه. ها؟ من خود تو پیست گم نکردی، منم گمش کردم. نوید جان، به نفتی که حرف بزنی، وگرنه وگرنه چی؟ وگرنه با زور به حرفت میکشم. یه رفاقتی قضیه رو حلش کنی بریم پیکارش. کدوم رفاقت خشی جون؟ ما تو رفاقتی نداریم. باشم از زیر زبون ما نمیتونی حرف بکشیم. نه 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 آقای نوید، مثل اینکه اون روی سکه رو ندیدی. یا ما چهارتایی با هم دیگه از این هتل میریم بیرون، یا هیچ کی پاشو بیرون نمیذاره. نه یعنی که ما مرده و زندمون با همه. ما یا رفاقتی رو با هم شروع نمی کنیم، یا اگه شروع کنیم تا آخرش رفتیم. الان هم شروع کردیم، یعنی ما تا آخرش بریم. حالا برعکس بازی بچه داری بری گفت برعکس بچه. یالا نه نبی، پسر خوبیه. میگه کجاست؟ نشانش تو اتاقه. سن 13؟ نه. سن 14؟ نه. ببینید پدر جان داره بازی در بیاره، نمیخواد حرف بزنه. نه نبی پسر خوبیه، تو رفاقت کم نمیاره. میگه کجاست؟ خدایش خشی، فقط به خاطر رفاقتی که من تو با هم داریم ها. فقط به خاطر اون نون و نمکی که با هم مصرف کردیم ها. فقط به خاطر اون تریپتا. بابا سرکار نذار داداش من، بگو کجاست. بابا بذار یه دقیقه رفاقت خرج کنی. نمیخواد رفاقت خرج کنی، کجاست اون؟ باشه فقط یه شرطا، خشی دایه بازی در نیاره، هر چی گیر اومد تقسیم بر چهار بشه بدون کلک. باشه نبیجا بدون کلک. باش کلک بی کلک. گذاشتمش تو اتاق. چقدر سادم خیلی گشنم. باز کنید، باز کنید درو. هلو هلو مادام، هلو جغل بغل می مای باکس اینده به خوشگیش. سلام چطوری؟ ببین خیلی واقعا که حالا من رو کاکوچ میکنی. آره حیف با تو دو از رفاقت زدم. میخواستم بگم که چی میخواستی بگی آقای نوید؟ بگو، اصلا خجالت نکش، بگو. نه خجالت که نمیکشم. پس چی بخوایم، من اون موقعی که داشتیم دنبال هم میکردیم این دره باز بود، من جعبه رو گذاشتم این تو، ولی الان دره باز نیست، نمیدونم چرا. این مشکلی نیستش، میشه حلش کرد. جدی؟ آقا من میگم این همه پله رو همه با هم نریم پایین، یکی رو به نمایندگی انتخاب کنیم بره کلید رو بگیره بیاره بالا. آره من موافقم. آقا این همه نه این پله ها بالا پایین نبرید. اتاق 118 اون دو تخته از همه توکی نمیتونید بید توش. بچه با هم حرف رزنید، آقا مغزش نمیکشه. آقا مغزش نمیکشه. از یاد اتاق 118.
بیشتر دو تخته است. چیه؟ من گفتم که من که دیگه سر خودم نمیخوام کلا بذارم، گذاشتمش اینجا الان نیست. خب یه چیزی بگی حداقل، یه فوشم بده برام. اما خواستی شما یه چیزی بگو فرمون خانم. شما اصلا حالا که اینطور شد ایشالا هرکی اونو دازیده از گلوش پایین نره، جسه جیگر بزنه، شامپو تو چشش بره. خوب شد؟ خیلی خوب، هر جور راحتین. میخوایم باور کنیم، میخوایم باور نکنیم. شیطونه میگم چی بذارم تو اون مخشا؟ ببین چونه یه بچه علف داره اینه یه بار اسیر کرده. پروانه. بله. چونه وفی خیال شو، من دیگه نمیکشم را بیام. خیلی خوب، تو همینجا بشین گلم، الان جعبه رو دو دستی میارن تقدیمت میکنن. بابا نخوای پول داشتیم کیو باید ببینیم؟ من نمیتونم. من بعضی وقتا به خودم فکر میکنم من تو زندگی دنبال چی هستم؟ با شما هم ما تو زندگی دنبالی چی هستیم برام؟ با تو هم من بابا من فقط دنبال رفاقت و دوستی هم، یعنی جونم و بابت رفاقت و دوستی میدم. باریکلا پسرم، آفرین. باریکلا عروس گلم دنبالی چیه ها؟ پدر جان من دنبال خود زندگی هستم، اون هم پر از انرژی های مثبت و متافیزیکی. وای حالا که تصورشو میکنم میبینم چقدر خوشحالم که همگی در روز 13 به در دور همدیگه هستیم و در این فضای ماورایی 13 مونو به در میکنیم.
باریکلا عروس گلم، باریکلا. نوید جان، پسرم تو دنبالی چی هستی ها؟ چی شده؟ تو دوشو زندگی دنبالی چی هستی نوید جان؟ این جواره اگه پیدا کنیم خشی خیلی حال میده. نوید جان، خواهشی ازت دارم. دیگه جلوی و حرفی جواب این چیزا رو نزد. باریکلا پسرم. آره به جونه بابا، اصلا شما نمیدونی من لحظه ای که اومدم تو این هتل ها اصلا نگرشم به زندگی عوض شد، مخصوصا با این بالا پایین هایی که تو این هتل شدیم اصلا عاشق طبیعت شدم. شما نمیدونی وای چقدر جالب. پدر جان من هم دقیقا همین حس رو تجربه کردم، آب و هوای تمیز، طبیعت زیبا نزدیک خونمون. من نمیدونم ما دنبال چی بودیم پدر جان. توی حرف میزن اینقدر دیگه نمیخوایم برگردیم سر خونه زندگیتون، مثل که بهتون ساخته اینجا. چرا بریم نبید جان؟ کجا بریم بهتر از اینجا؟ نمیدونی بچه ها من خواهی چیزی بهتون بگم جونه. من میگم بیایی بچه ها با طبیعت آشتی کنیم، بیاییم زندگی رو یه جور دیگه نگاه کنیم، بیاییم به تفریحمون، به استراحتمون فکر کنیم. آره بایدی؟ عالیه پدر جان. بیاییم چی عوض بشیم یه جورایی، به زندگی چی لبخند بذاریم اینجوری. آره بجان پاک عقلتون رو دست دادیم، پاک عقلتون رو دست دادید. شما همجور بشینین بزنید، یتون پوزخم بزنید. من بالاخره موچه نوید رو میگیرم، شما بچه رو بشینید، من میرم دنبالش. نه شما چرا پدر جان، الهی قربونتون برم، شما همینجا بشینید استراحت کنید، من میگم یه نسکافه براتون بیارم، من میرم دنبالش. نه لازم نکرده عروس گلم، تو اینجا بشی من میرم دنبالش. تو فلان کیشی؟ فلان کیشی بهرام تو یه دقیقه همینجا بشین، من میرم زودی برمیگردم. باشه با پروانه بشین ببینم. بابا من دیگه نمیتونم بکشم، نمیتونم راه برم. 24 ساعت ما داریم دنبال نوید میدوی، من دیگه پام داره میفته. خیلی خوب گلم، تو همینجا بشین استراحت کن، آقا برایش یه نسکافه بیارید، من میرم زودی برمیگردم. ببین من تا آخرش هستم. خدا من عمرن دیگه تا آخرش باشم. خدا من دیگه پول نفرت دارم. وایسا ببینم. حالا که تصورشو میکنم میبینم چقدر خوشحالم که همگی در روز 13 به در دور هم دیگه هستیم و در این فضای ماورایی 13 رو به در میکنیم. آره به جونه بابا، اصلا شما نمیدونی من لحظه که اومدم توی هتل ها اصلا نگرشم به زندگی عوض شد، مخصوصا با این بالا پایین هایی که توی هتل شدیم اصلا عاشق طبیعت شدم. شما نمیدونی وای چقدر جالب. پدر جان من هم دقیقا همین حس رو تجربه کردم، آب و هوای تمیز، طبیعت زیبا نزدیک خونمون. من نمیدونم ما دنبال چی بودیم پدر جان. بیاییم بیاییم بچه ها با طبیعت آشتی کنیم، بیاییم زندگی رو یه جور دیگه نگاه کنیم، بیاییم به تفریحمون، به استراحتمون فکر کنیم. بیاییم چی عوض بشیم یه جورایی، به زندگی چی لبخند بزنیم.